البته یادم هست یک روز یک کسی از مقدر هوشیارتر بود گفت که پول خوشحالی را نمیاره، اما میتونی همراهش تکیت لندن بخری. لندن شهر که هر چیزی بخوای میتونی باشه، یک مرکز فرصت قدرت، یک نماد فرصت کاریابی یا رخصتی مختصر. اما با ما لندن قلم رو است. برایشان تاکید کردم که هشمج فکس اینجا باشن. بسیار تشکر میکنم. بیژن، مسئله سبروتیارا خوب حل کردی. لطف داری آلتر. واقعا کار آسانی نبود. بسیار کار خوب بود. زیاد پیشرفت کردی بیژن. زحمت کش هستی و محکم تر از اما وفادار هستی. خوشم آمد. کمی قدم بزنیم. خی خانواده آلبی چی شد؟ هزار بار برات گفتم بیژن، هر روز انسان های نوی میاین و میخواین که نام کشی کنن. با مرور زمان یکیشان جای دیگر هم میگیرن. مگم جای تو رو کسی گرفته میتونه؟ حداقل تا حال خود کسی مرا غرض گرفتن میتونه بیژن. پسیم مربوط تو هست. ای کار کلان است آقا، به نظرتون از عهدش برامده میتونه؟ مصری بچه اعتماد کامل دارم، همه چیز خوب خواهد شد. شما راست میگین آقا، بچه بسیار هوشیار معلوم میشه. اولین دفعه که دیدمش یه بازی بود برام، اما احتیاط خوب است. تو شور فکر کردی ها؟ بانش، مکنش گپ میزنم. طرف مسئل کو، طرف ما ببین، میفهمی که ما کی هستم؟ هی، میفهمی که ما کی هستم ها؟ میفهمی؟ طرف مسئل کو. هی، دست پاس کو. گفتم دست پاس کو. چه خدمت برات کنه؟ نام ما آلتر است، اما با شما ما آقای آلتر هستم. تو میخوایی چی بگویی؟ بکسک ما پس بیا که دلکتا بد کن. Oh!
تو کدام نامه داری؟ آرام باش. اونا میخواستن تو را بکشن. یعنی طرف ما ببین. نامه چیست؟ بیژن. بیژن. من رابرت هستم. زندگی بسیار مشکل است. میفهمم. باید صبر کنی. چیزی باز دست دادن نداری. چرا که زندگی همه قسم پیش میره. نخیص. امروز فکر کن که اولین روز زندگی نفید بود. میره بگی وعده کرکت کن. بگیش. گوش که بر چی بگم. دنبال ما بیا. بر چیزی را که برد میگم فقط همو کار میکنی. باز دیگه هیچ وقت تو گوشت نمیمانی. دیگه هیچ وقت خارم نمیشی. و دیگه از بیش هیچ کسی نمیکنی زیان. فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ آفرین به تو. راستی بیژن برسک ما بوده. من خودم حوصله ندارم مایکل. مقصد و دختره برمیار. بچشم جناب آلد. ای دیگه کدام لوده است؟ بچه مسره را پس شوین که لیشتون نکنه. پس شوین. تو چی میخوایی بچه جان؟ بگو برم. خودت میفهمی که ما چی میخوایم. کوارید خوب برای ایسان نمیمونه. بگو که کی هستی؟ نه، ما فقط گیرنده هستم. گیرنده؟ کوارید خوب با مامورا یه مالی هم میمونه. مام خو خوش نداریم که مالی خود پرداخت کنیم. بگیرینش. چطور استی مایکل؟ خوب استی؟ خوب استم بشش، فقط بسیار مصروف استم. خودت چطور استی؟ مام خوب استم، اما زیاد مصروف هم استم. رابرت کجاست؟ او کم ساتیری داره. برشون میگم که بیای. شما کدام چیز میل دارین؟ نه تشکر، ما چیز نمیخورم. درست است. صبح بخیر آقای آلتر. صبح تا هم بخیر مایکل. بیژن آمده. بسیار خوب. بگو بیه. ما تا وقت بخود میرسم. از او پذیرایی کنیم. درست است آقا. یک دقیقه باید میگم. راستی نه، ده دقیقه باید. درست است. شاهین تیزبین مشهور به یست که لانه خدا 20,000 پیت از زمین بلند میسازه. وقتی که تخم میمانه دست هفته
چوچه هایش میبرین. چوچه های خودتا 4 ماه نگاه میکنه. وقتی موقعش برسه چوچه جوان خدا از سر او لانه 20,000 فوت پایان تیله میکنه. میفهمی یا نه؟ میفهمی چی جالب است؟ مادر حتی یک دفعه پایین سیله میکنه. سیله میکنه که چوچهش پرواز کرد یا یکی در زمین خورده. چرا که میفهمه غریزه خود به خود پروازه برشان یاد میده. فهمیدی بیشن چند؟ بله فهمیدم. مطمئن استم که پرنده سر چوچای خود کاملا باور داره که میتونه بر راحتی پرواز کنه. خوش شدم که دیدمت بیشن چند. مام از دیدنت زیاد خوش شدم. همیشه سرت باور داشتم که تو نفری از این کارها رو خلاص میکنی. کاملا مثل ازی است که من هرگز پول خود از شمارش نمیکنم. یه چطور پیش رفت؟ این دفعه کمی زیادتر از چیزی بودن که فکرش میکنم. کمی کارم از سخت کردن مگم مثل همیشه. ما کارم از دنیمی را ایلا نمیکنم. شما تشویش نکنم. خوشم اومد. خبر شدم که آقای خان کمی بدخوی شده. خداحافظ باز بدل کم میزنم. ای مایکل خانمه تا خانش برسن. نه کارداری بود بیشن جان. امشب یک جشن میگیریم. در کلاب هم دیگه خودم میبینیم. باز میبینیم رابرت. همی چند ساعت پیش روانتان نکدم که بایک بگیرین. چرا دست خالی آمدین؟ متاسف هستیم آقای خان. خیمه‌تان تصور کنین که چی رقم امرایتان رفتار خواد کدم وقتی این جستین و بایکم ناورده. میبخشین آقای خان. ولی آقا خان چوب باش. ببینین او میفهمید که ما چی وقت میایم جناب خان. اونجا او بیژن همیشه مولانتی دفتن از یک جای پیداش میشه. میفهمی که چی میگی؟ مگم آقا یک نفر یک بچه او آدم نیست. مثل که یک حیوان چارپای است. فکر میکنی که رشخندی است تایگر؟ چند سال از دا اردو بودی؟ دیمتری نفر خاص کجیبی و تو یک مبارز حرفه‌ای و همه تان از یک نفر لات خوردین و باعث شدین بیاب شوم و بازی که خندام میکنین. چند سال است که نفر اولی شهر خودم بودم. چطور میتونم دوباره سر خدا بلند کنم و شما احمقا در دور برم و ماسته داخل بیا. آقای خان اندریک میخواید شما را ببینم. درست از باز میبینمش. برشان میگم. حالا برین. متوجه خود باشین مردم قسم نبینتان. برد قبلانم گفته بودم اگه میخوایی که دهی خانه باشی کرایش با وقت بتیم. لطفاً آقا نه من کدام خیریه نیستم. نه من کدام خیریه نیستم. نه باید کرایه بتی اگه میخوایی اینجا بشینی. دیگه خسته شدم. شما ماجرین میاین و از ما مردم اینجا مفت استفاده میکنی. نه نمیشه آقا. ما باز از دیگه نمیشه. چرا گپا نمیفهمیم؟ برس اینجا حالا دیگه زود چوین. هیچ ما گپا گوش نمیگیرم. حالا دیگه زود چوین برن از اینجا. گفتم که گپتون نمیشنوم. نمیشه حالا دیگه گم شوین برن زود چوین. حالا دیگه گفتم که گپتون نمیشنوم. نه ما کدام خیریه نیستم. ما در قسم سی تو نیستم. حالا دیگه برام پیسه مهم است. اگه پیسه میتی باشه اگه نه دیگه برس اینجا گم شو. خدا خیرت بده بچین. نیاز به تشکر نیست مادر جان. خداوند خیرت بده. نمیفهم مردم ما بدون تو چی خواد کردن. مادر جان قسم نگوید. من همیشه در کنارتان هستم. درست است هر چیزی که نیاز داشتین فقط سر من صدا کنین. من شما را هیچ وقت تنها نمیمونم. من شما را مثل مادر خودم دوست دارم. علی دیگه حالا باید برید. بفرمایید داخل برید. شما میتونید برید. تشکر. خواهش میکنم. گفتم که شما مثل مادرم هستین. داخل برید. دا خدای ما مایکل او دختر که لباس صاف پوشیده
بیارشه. سالگرد مبارک بیژن. ای سلام هری. ای چطور هستی؟ خانمت خوب است یا نه؟ شکر خوب هستم. دوگانه‌ای چطور هستن؟ شکر خوب هستن. بسیار عالی، همه تان خوب باشین. نام چی بود قندولک ها؟ اوین ساوایت، اما شما میتونین وایت صدا میکنین. وایت، شاید مرا بشناسی، درست است؟ بله، شما آقای آلتر هستین. یک دفعه دارو بخو. خب ونسا، امشب قرار است ما دوستای صمیمی باشیم، فهمیده شد؟ بله، فهمیدم. بیاینی بشین. نوشیدنی میل داری؟ البته که میل دارم، چرا نه؟ یک بوتل لطفا. خب شنیدم که زیاد شوخ شدی، همو تا بچه مقبولک؟ چی شده آقا؟ من نمیفهمم که تو درباره چی گپ میزنی؟ خب گپای ما را با آدمای بیرون شریک کردی کی گپ اصلا مرا خوشم نمیاد. نه 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 آقا، ما این کار را نکردیم، باور کنین ما اصلا این کار را نمیکنم. تو اطلاعات را به بیرون دادی که فقط تو از اونا خبر داشتی، فهمیدی؟ ما اصلا نمیفهمم آقا شما چی میگین. دیگه هیچ وقت با ما خیانت نکنی، نگر زندگی تا با میساسا. فکر کنم که ما مزاحمتون شدم. تو هیچ وقت مزاحم نبودی بیژن جان. بیا با این دوستای ما آشنا شو. راستی بچه جذاب، برات یک تحفه دارم با پاس تمام خدماتی که تا حال برام انجام دادی. شما مهربان هستی. نه نه نه، نباید تحفه رد کنی. ها به نظر میرسه بعضی ها ارزشه یکان فرصت ها را درک نمی کنن، همه تو نیست؟ خوب یک مطلس میگه اگه یک در برویت باز نشد باز، از آران در برویت باز میشه، یعنی دلت کاملا جمع باشه، هیچ وقت مشکل بند نمی مونی. بسیار خوب گفتی بیشن جان، بسیار خوب. میشه که همراه دختارا معرفیت کنم یا که چار اطراف ببین؟ دخترای بسیار زیبا هستن، میتونی هر کدامش انتخاب کنی. تشکر آلبرت، مهربان هستی. مگه من کوشش دارم از این چیزا خود دور نگاه کنم و فوکسم تنها باید در کارم باشه. دخترها بهتر است که ما را تنابانین. همه چیز طبق مایل ما پیش میره، کش میگنم و میره قم نگاش کنیم. کاری بعدی خودت کلانتر میباشه. آقای خان احتمال خوب است که دوباره پیش بری.
ولادیمیر و اوسکانا قتل ببرم ازشم. استفاده که آقا بیژن، شما آماده هستین؟ من همیشه آماده هستم. بریم. چقدر احمقانه است. او در یک گوشه میشینه و عیاشی خودم میکنه و ما در اینجا مثل نوکر بر او کار کرده میریم. بسیار عجیب است، همتون نیست؟ ازی بدتر نمیشه. یادت نره که چقدر بدبخت بودی. رابرت برات یک زندگی نو داد، برات کار داد. خی متوجه باش گپای احمقانه نزنی و خودم خسته نسوزی. متوجه باشی بعد از این باید کارت درست پیش ببری. فهمیدی که برای چی گفتم؟ انسان احمق، گپای ما فراموش نکنی. مایکل تو دم متر بشی. اوزگان تو طرف رو، باید تو طرف تحت نظر داشته باشی. درست است آقا. کالوی تو طرف زیر نظر بگی، باید متوجه باشی. الا راپورای تانه برم بتین. ما همونجا هستم. خوب است. بله، ما در موقعیت هستم. درست است. کمک. خوب است. کمک کنین. متوجه چهار طرف باشین. کل جای خوب بپاله. فهمیده شد؟ لطفاً امبولانس خبر کنین. زود شو. خانم صدای ممش نبید. خانم بخیزین. صدای مرا میشنوید؟ آیستا بخیزین. بخیزین. بگیرین کمو بخورین. تشکر. تشکر از اینکه به کمکش رسیدین. بسیار تشکر. بله، تشکر از شما هم که کمک کردین. اوه، یعنی شما اینا را میشناسید؟ بله بله، این یک دوستم است، دوست نزدیک. بسیار خوب، خوش شدم. چطوری کارا بلد بودین؟ چطور تونستین؟ من نرس هستم. خب، خی خودت علاقه داری که به مریضا کمک کنی. یعنی تو دمی باره درس خوندی و تحصیل کردی؟ من فقط به تشویش شدم، آدمای مریض آسیب پذیر هستن. خودت چطوری قدر آرام بودی؟ خب، به خاطر کارم است. توضیح دادنش کمی مشکل است. توضیح دادنش مشکل است یا که شما در این کار ماهر هستین؟ ها؟ توضیحش کمی سخت است چون کارم کمی خطر داره. باش قسم برات بگویم، یعنی یک شیر هیچ وقت از گرمای جنگل شکایت نمیکنه. من نامم بیژن است. من سارا هستم. او یه مو بچه است. بخیالم که باز آمده پولا رو ببره. حالا بدوی. چی شد؟ حتما از قبل میفهمیدن که ما میاییم. تاریخ روشن میشه که آدمایی که تمرکز خود از دست میتن، آدمایی که راه آسان هم به چالش میکشن همیشه بازنده میباشن. این بازی بالا و پایین شدن داره رابرت. مگم من هیچ وقت اجازه نمیتونم که بازنده شوم. بخاطر عجله داشتن یا تنبلی خو ارگز نی. وقتی با بهترین ها بازی میکنی، یه خطایی ناچیزا میتونن نتیجهش بسیار خرابی کلانه با بار بیاره. بیشم بیا بشی. دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه. برای تو وعده میتونم. خیر، مشکل نیست بیژن. تو هیچ وقت خرابی نکده بودی. من آدم صبوری هستم. این اخو باید داری نه؟ ای یک نشانه بود که همیشه باید باشه.
هیچ وقتی با من خیانت نکنی. ما خیانت نکنی تو کدی؟ من همه چیز برد دادم، زندگی برد دادم، پول برد دادم، کار دادم، اعتماد دادم، خانه دادم، همه چیزی که نیاز داشتی برد دادم، از سر سرکا جمعت کردم. نه دروغ نگوی. اما تو بازم با من دروغ بگی. خیانت کردی. من میتونم که شکست قبول کنم. اما خیانت قبول ندارم. دیگه تکرار نمیشنی. نه دیگه تکرار نمیشه. برات وعده میدم. شما به تعقیب کس هستی؟ راستش بله. دیبی دیبی را در این وقتا شما دیدین؟ بله خوب است. شکر. بازم تشکر به خاطر که روز به کمک آمدین. نه اما زیاد از شما تعریف میکنه دبی. بله خانم زهرا مثل مادرم است. ما عضو یک فامیل واری هستیم. یکان وقت کمک میکنم هر وقته که بتانم. نام شما سارا؟ سارا. بله سارا، اگر یادتان نرفته باشم. نه منظورم تو است که یعنی بله یک خاطره خوب بود. دیدن شما را میگم، من از دیدن شما خوش میشم. همچنان. بله بله خوب و خراب است دیگه. راستی وقت دارین که یک کافی بریم بخوریم؟ یک کافی شاب خوب دهی نزدیک است. میشه که شما همراه ما برین اگر مایل هستین؟ یعنی مجبورتان نمیسازم اگر خواسته باشین. مشکل نیست بریم. بله. از فیلم های وحشتناک خوشتان میاد یا فیلم های کمدی و خنده دار؟ باش 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 من تا سه حساب میکنم. 3 2 1 آله بگو. بله. وحشتناک. واو. صادقانه بگویم من با کسی که قرار میگذارم نمیرم، مخصوصا بچه. او منظورتان این است که با دخترها سر قرار میری؟ او نه از او خاطر نگفتم. من اکثر وقت مصروف میباشم، از او خاطر گفتم. کدام منظور نداشتم، یعنی هیچ کدام گپ مهم نیست. باش صادقانه بگویم سارا، بسیار سخت بود که من به تو فکر نکنم. یعنی من تمامی گپاره از صمیم قلبم به تو میگم. هر لحظه و هر ثانیه فقط تو در فکرم بودی سارا.
چپ راست، چپ چپ، راست آفرین، بزن بزن، آها، بزن واکم واکم، آفرین، نام خدا، بزن ای طرف ای طرف، آها، بسیار عالی، بسیار عالی، نه نه، به احساساتی نشو، ایسو ایسو، احساساتی نشو، تمرکز کو، تمرکز کو، بیا ای طرف بگی، آها، ایسو، بزن، آفرین، اینم تو، بوکسرهای تازه وارد وارد خسته شدی، نه که بخاطر آقای آلتر است که فوکس نداری، بخیز بلند شو، چطور جرات کردی که برام بگویی ما فوکس ندارم؟ ما خان هستم. هر کار از دستم ما میایه. ای دستبنده ببین، مقبول است. ها، خوبش است؟ بله جانم، زیاد مقبول است. برات زیاد نمود میده. از کجا خریدیش؟ از مادرم بود. تو حالا از مادرت هیچ چیز برام نگفتی. حتی در مورد فامیلت. خوب هستی؟ ما درکت میکنم. میتونی همراهیم درد دل کنی. راحت باش جانم، راحت. وقت در افغانستان بودیم. زمان را میگم که مکتب میرفتم. مادر داشتم، پدر داشتم. ما یک بچه بسیار زیاد شوخ بودم. زیاد فامیل ما آزار می دادم. اما یک روز وقت از مکتب آمدم کاکایم دان دروازه خانه استاد بود نمی ماند. که من داخل برم و مادرمشانه ببینم پسان تر امروز. باز من تمام چیزه فامیدم. کاکایم برم گفت. پدر و مادر تو مردن. یعنی ملزه زندگیم برم تاریک شد. تا به امروز و تاریک ترین روز زندگی ما بود. تمام روز شب ما گریه کردم به یادشان. یتیم شده بودم. او هم ده سالگی. هر روز پشتشان دق می شدم. بعد از چندین سال با مشکلات زیاده ما به لندن آمدم. در اینجا با رابرت معرفی شدم. مثل پدرم است. یک مادر مرا کمک کرد. مرا کلان کرد. برم کلی چیزا نشان داد. ولی یک چیزا میفهمی سارا. هنوز دلم پشت مادر و پدرم تنگ است. هر دقیقه اونا را به یاد میارم. هر لحظه کم بودیشان را اسم میکنم. چرا که ما در سن بسیار کم پدرم مادرم از دست دادم. خانواده ما از دست دادم. میفهمی من همیشه که مریض میشدم. مادرم پیشم بود. مال مادرم نیست من کم بودیشه. خیر است بیژن، ناراحت نباش، روحشان شاد باشه. گریه نکن. دوست دارم. او هم بسیار زیاد. او کجاست مایکل؟ کجاست؟ کجاست؟ ما چی کردم ده حقش؟ ها؟ هیچ چیز آقا. از سر کار جمعش کردم.
مراقبش بودم. از دست بدماشا نجاتش دادم. برای زندگی دادم. هر چیزی که خواست برش دادم. باورم نمیشه. صادقانه بگویم مایکل. مرمی خوردم. چاقو خوردم. به حد لات خوردم. مگم ای دیگر رقم درد داره. باور که ای دیگر رقم درد داره مایکل. میفهمم آقا. راستی؟ تو امروز زیاد مقبول شدی. و یک چیزی هم ده موی یکایت بند مانده. نه کو مویای ما خراب میکنی. در کنار تو بسیار خوش هستم. میخوایم که عروسی کنیم. فامیل داشته باشیم. با هم گپ زده بودیم نه؟ قبل از اینکه رابطه ما زیاد پیش بره یک چیز باید درباره ما تو بفهمی. که من کی هستم؟ چی کاره بودم؟ به کی کار میکدم؟ نگویی که از ما متنفر شدی. نه، ما عاشقت هستم بیژن، اما نمیخوایم که تو را در دوراهی قرار بدم. اگه میخوایی که فامیل داشته باشیم، پس باید فکر ما باشه که این رقم زندگی به ما بسیار خطرناک بوده میتونه. میفهمی اما تو نیست؟ فکر کنم متوجه نشدی سارا. رابرت تنها رئیس من نیست. او برم پدری کده، ما مدیون او هستم، میفهمی؟ او زندگی ما دوباره برم داد. من خو نمیفهمم که تو چرا زندگیت هم مدیون رابرت میدانی. تو دیگه به او نیاز نداری، نه به پولش، نیام به حمایتش. یادت نره ما خودمی زندگی را انتخاب کردیم سارا. من احترام میشم، اعتبار دارم. مهمتر از همه من احساس امنیت میکنم وقتی با رابرت کار میکنم. تا الان مرمی نخوردم، در موقعیت نبودم که کدام خرابی شوه. بازم کنار خود میبینمت. خوش شدم از دیدنت. چطور هستی ها؟ خوب هستم. بیا قدم بزنیم. خوش شدم که دیدمت بیژن. معلوم نمیشدی. میفهمی به چی فکر میکردم. که انسان ها چطور روزایی اول خدا کاملا از یاد میبرن. اولین روزی که آشنا شده باید داری نه یادت هست چی تو از سر کجا جمعت کدم. زندگی تن نچات دادم. جنگ هایی که با هم یک جا رفتیم. ای پادشاهی که با هم ساختیم. هیچ چیز از این ممکن نمی بود اگه تو با ما دوست نمی بودی بیشن. ما سر تو اعتماد کامل داشتم. بیژن چیه پس؟ ای چیز ایچ گپه نشده. بیژن من ترا 10 سال است که میشتستم. کدام مشکلی است؟ میفهمم بگو. نه واقعا این چیز نشده. برات میگم که بگو مشکل چی است؟ ما با یک دختر رابطه دارم. اوه بیشک بیژن، بیشک با خدا بیشک عالی هستی. مایکل با ما شامپاین بر که تا تجلیل کنیم. چی نظر داری ها؟ حال دختر چطور است؟ خوش میگذره براتون یا نه؟ رابرت ما عاشق او دختر هستم.
البته که عاشقش هستی بیژن، میفهمم. ولی دختره رو میشناسینی. اونا میان و پاس میرن. مثل یک باد هستن. یک هدف دارن فقط. ولی اینا تمام اینا. همیشه کی هستن؟ همیشه کی؟ من نی رابرت متوجه نشدی. او دختر مثل دیگه دختران نیست. ما عاشق او هستم. میفهمی عاشقش هستم. میفهمی؟ بسیار بسیار زیاد عاشقش هستم. و میخواییم در کنارش باشم. بس هست دیگه. زیاد کار برات کردیم. ما کارهای زیاد تا پیش بردم. وقتش است که بخود زندگی کنم. میفهمی وقتی ما امروی او یک جای میباشم در قصه هیچ چیز نیستم. در قصه هیچ کسی نیستم که سرم چی میکنه. از هیچ کسی هم نمیترسم. نمیترسم. از پشت سر مملکانه یا از پیش روی. در قصه هیچ کسی نمیباشم. فقط چارچشمه متوجه او دختر میباشم. چرا که او را زیاد دوست دارم. ما میخواییم با او عروسی کنم. اوکی؟ فقط میخواییم خوش باشم و او دلیل خوشیم است. میفهمی؟ من نمیتونم زندگی نرمال داشته باشم؟ میفهمم بیژن. میفهمم که چی میگی. خودم هم دی حالت بودم. راستی؟ بله هم تو هست. نفست قید میشه. هر دفعه که دم ول زنگ می فکر میکنی که زنگم هست. تمام شب بیدار میمونی تا زمان کور خواب نبرم. ما درکت میکنم. بله. حالا دیگه تو لیاقت داری که زندگی کنی. بعد از زندگیت خوشم باشی. پس بیا آخرین کارا با هم یک جا خلاص کنیم. فردا شب ساعت ده. بیژن، موفق باشی. میفهمیدم که فایر کدن نمیتونستی. میفهمی که ما چرا اینجا هستم. بله، به خاطر که ما عاشقش هستم. اچت یاد نکو دیگه. احساسات بره. هر انسان عادی است. همین است که ما را انسان می سازد. اما اداری احساسات از ما یک مرد واقعی می سازد و ما را جنگجو می سازد. ما
از روز اول که دیدمت بیژن مثل بچه خودم بودی. ما این شهر را فتح کردیم، همه چیز را به دست آوردیم. 10 سال وفاداریت باعث شد که سرت اعتماد کنم، دوستت داشته باشم. در خانه ما آمدی، در جای کارم آمدی و حال همه چیز را تباه کردی و این مشکل است بیشن. دهی که 10 سال هر چیزی که خودم بلد بودم و برات یاد دادم، هر چیزی که میفهمیدم برات دانه دانه گفتم. اشتباهی من نیست، اما بزنس، زندگی، مردانگی به حاله که وفادار نیستی اعتبارم سرت ندارم. تاریخت گذشته که ای دلیلش هست، فهمیدی یا نه؟ با آخر خط رسیدی بیشن. پشت سرت یک بار ببین که کی است. رابرت خان، شاه ای شهر. خان، یک کسی برام میگفت که بالاخره هم دیگر میبینیم. خانه بیشرف، گپای بیمانان نزن. متوجه باش که هر لحظه هم میتونم بکشمت. نمیفهمیدی که چطور میتونم اینجا را پیدا کنم؟ هر کسی یک قیمت داره، آسان خریده میشن. اصلا تشویش نکن. فکر کردی چیز را حل کده میتونی؟ انتظار ندارم که بفهمی خان. زندگی همیش بر اساس وفاداری است. بس وفاداری، مثل اون نفرت که همو که یکی از نفرهای خاصت بود. فکر کنم میفهمی. گپایت بسیار احمقانه است خان. اگه فایر میکنی پس فایر کن دیگه. صبر داشته باش، باش کمه گپ بزنیم با هم، باش ببینی که چی حس داره که نفرای خاصت برات خیانت کنن. دروغ نگو، ما هیچ وقت برات خیانت نکردیم رابرت. این دروغ میگه. ما هیچ وقت بر رابرت خیانت نکردیم. اما خیانت کردی. چی؟ کم چرتت خراب معلوم میشه بیژن. قصدی نبود. مگم کمه برای سخت تمام شدم و تو نیست؟ ما فقط رابرت هم میخواستیم. همین چرا؟ چرا ما عاشقت بودم، از هر چیز تو را بیشتر دوست داشتم. چرا ما؟ چرا این کار کردی؟ چرا ما؟ من وقت طفل بودم مادرم مرد و پدرم مرا به این شهر آورد بیژن. تمام دنیا این فقط امو 10 سال پیش بود. ایرم میفهمیدم که یک روز حتما انتقامشم میگیرم. از اردویتان و تمام دشمنایم که دهی سالها برم بدی کردن. فقط کافی بود که شما را در جان هم بندازم و خودم قرار سیلتان کنم و همه قسم لذت ببرم. تو؟ بله، ما. تو یک فریبکار هستی.
آرام باش. مبرت رابرت رساندم. اصله هم داشتی اما نکشتیش. تو هیچ هستی. احمق هستی. بیژن سلای تبان، تو هیچ وقت سرمشلی کده نمیتونی. دواقه هیچ کدامتان نمیتونین. من میتونم. نه